خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در هر کشوری، همیهنان گرامی، در هر کشور دموکرات و یا کشورهایی که حتی در شرایط دیکتاتوری اداره میشن، کسانی رو که بر سر کارهای مهم میگمارند، اینها باید یک سلسله مراتبی رو طی بکنند. در کشورهای دموکراتی، مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل فرانسه، شما میبینید که برای اینکه یه وزیری رو به یک کاری بگمارند یا یک فرماندهی رو، فرض کنید مثلا فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق یا افغانستان، یا به عنوان رئیس معرفی شده از طرف آمریکا در پیمان ناتو، یک کمیسیون در مجلس تشکیل میشه، در مجلس سنا، کمیسیون تحقیق، و اون کسی که کاندیدا هست میاد راجع به خودش، سوابقش و کارایی‌هاش، اینی که چه برنامه‌هایی برای آینده این سمت داره، شرح میده به اعضای کمیسیون، و اعضای کمیسیون بعد از بررسی‌های بسیار دقیق در پروندهش، در صحبت‌هاش و برنامه‌هاش به او رأی میدن، و خیلی هم اتفاق میفته که او رو رد میکنن و در اون سمت قبولش نمیکنن. خیلی اتفاق افتاده در آلمان، در اینجا هم حتما همینطور بوده. اما در کشور گل و بلبل، در کشور ما، در حکومت اراذل اوباش و اولین حکومت الله بر روی کره زمین که در رأسش روزخان قرار داره، اوضاع کاملا فرق داره. یه آدم جانی، یه قاتل، یک آدم بی‌سواد که در یکی از دهات یزد، در یکی از این شهرکای یزد، ایشون یه سمتی داشته در دادگستری اونجا، به دلیل قساوتی که نشون داده، به دلیل ددمنشی هایی که نشون داده، که لازمه یه ترقی در جمهوری اسلامیه که شما نشون بدید آدم ددمنشی هستید، آدم قاتلی هستید، آدمی هستید که رحم ندارید. سواد مهم نیست. خمینی بارها گفته بود، گفتو در جمهوری اسلامی تخصص برای ما در درجه چندمه، تعهده که برای ما مهمه. یعنی شما یه ریش داشته باشی، بو گند بدید و صبح تا شومم جای مهرم اینجا مثل حیوانات داغ کنید رو پیشونیتون، صبح تا شومم همینطوری ذکر بگید و چشاتون رو بالا پایین بکنین و سفیدی رو، سیاهی رو ببرید و سفیدیش رو بیارید، اینا شما میشید آدمی که مورد نظر اینا قرار میگیرید. بعد در عملم باید ثابت بکنید که آدمی هستید که به هیچ کس رحم نمیکنید. جوانی درجه یکی، اگر فرمانده سپاه هستید، در برابر چشمتون انسانها رو تکه پاره کنن، شما نباید خم به ابرو بیارید. آدم ها رو دست شما که می سپارن، بیشتر از اون حدی که انتظار دارن جنایت بکنید، هرچند که دارن همیشه. وقتی که تمام این مراحل طی کردید، تازه شما خوراک این رژیم هستید. شما کسی هستید که برای این رژیم می توانید روی این تصور باشید و اطمینان داشته باشید، تصورم نه، که در این رژیم به سرعت ترقی میکنید. نمونه هاشو من میتونم براتون بیارم، از آقای خلخالی بگیرید، آقای ریشهری، آقای سعید مرتضوی، آقای فلاحیان، آقای حیدری، آقای پور محمدی، آقای اژه‌ای، میتونم براتون هزاران اسم ببرم. آقای رادان، احمدی مقدم، آخوندهایی که مثل آقای طائب، مثل حسینیان، مثل احمد خاتمی، سید احمد خاتمی امام جمعه، و هزاران جانی دیگه
که هر کدوم اینا در هر کشوری دیگری جهان بودن باید میرفتن در یک دادگاه های ملی محاکمه میشدن و به مجازات سنگین میرسیدن به جرم جنایت بر علیه بشریت. ولی در جمهوری جهل و جنون اینا ابتدایی ترین رفتار و کردار برای ترقیه. آقای سعید مرتضوی گفتم که از یک شهرکی در یزد کارش رو شروع کرده و از اونجایی که خیلی سریع میخواسته ترقی کنه در سن 26 سال 25 سالگی به قدری جنایت کرده در این دادگاه های انقلابی در شهرستانی مثل شهرستان یزد و جای دیگه که بلافاصله آوردن گفتن این توفه رو باید در تهران ازش استفاده کنیم. حیف یه همچین جانی در یک شهرستان کوچکی باشه. آمده تهران و نشون داده که یک حیوان به تمام معنیه. اینو مأمورش کردن که مطبوعاتو قلع غم بکنه در زمان آقای خاتمی همشهری دیگش و ایشون از روزنامه سلام مال آقای خوینی ها که رهبر دانشجویان خط امام بود حمله کرده بودن به سفارت آمریکا، امام گفته بود انقلاب دوم صورت گرفته. حالا در زمان رهبری یه روزخان دیگه مثل علی خامنه ای دیگه دوره این آدمایی مثل خوینی ها اینا به پایان رسیده بود و روزنامه سلام هم باورش شده بود که در جمهوری اسلامی وقتی که روح الله خمینی بره مقام روزخان بزرگ دیگری که بیاد همون سیاست ادامه پیدا میکنه و به همین دلیل ایشون خودش رو جزو کسانی میدونست که حق میداد به خودش که در خیلی از مسائل انگشت بکنه و افشاگری بکنه، از جمله راجع به آقای سعید امامی که هم اسم این مردک جانی عین این جانی بود منتها اون تحصیل کرده آمریکا بود. گفتم که این جانیانو اینا مثل آهنربا جلب میکنن. در هر کجای دنیا که باشید تحصیل کرده باشید این آهنربا این رژیم اینا رو جذب میکنه. از جمله همین آقای لاریجانی که سواد آمریکایی داره، در امریکا تحصیل کرده، در بهترین دانشگاه آمریکا فیزیک اتمی خونده، آقای جواد لاریجانی، و حالا میگه افتخار ما میکنیم که سنگسار میکنیم. رئیس کمیسیون حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی بلدیک بلد چوندر، روزخانی که رهبر باشه شما توقع دارید چه کسایی مثلا در رأس مجلس و در رأس دولت و در رأس وزارتخونه های مختلف باشه؟ میخواین دانشمندان جمع شن؟ خب معلومه کیا میان. حالا روزنامه سلام و همین مردک سعید مرتضوی رفت در جایگاه هیئت رئیسه نشست و حکم صادر کرد که سلام برای همیشه تعطیل. بعد افتاد به جان مطبوعات با تایید روزخان بزرگ، رئیس روزخان ها، و اونم هی تشویقش کرد، گفت ما آدمای متعهد و قاطع مثل آقای سعید مرتضوی احتیاج داریم، ای کاش در همه نهادهای جمهوری اسلامی آدمهای بسیار قاطعی مثل اینا رو. رئیس روزخانا گفت، آقای سعید مرتضوی بودن موقعی که این آقای سعید مرتضوی دادستان انقلاب شده بود، اعضای دادگاه انقلاب برده بود حضور روزخان بزرگ. بارها من گفتم در این برنامه عمیانان گرامی چاقو دستش رو نمی بره. همه این جنایت هایی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته، چه در زمان روح الله خمینی، آقای بنی صدر رئیس جمهور بود گفت در زندان های جمهوری اسلامی که با انقلاب مردمی آمده روی کار، شکنجه دوباره رواج پیدا کرده. این آقای بنی صدر گفت و در انقلاب اسلامی نوشت. این آخوندهای دیگه شروع کردن که آقا این رئیس جمهور جمهوری اسلامی آبرو میبره، میگه زندان، نگفتن بریم تحقیق کنیم ببینیم زندان شکنجه میده میدن تو زندان یا نه،
و جلوی این کار رو بگیریم و به دنیا بفهمونیم که آقا ببین این جمهوری اسلامیه. به محض اینکه شنید در زندانهاش شکنجه میشن، آمد کمیسیون تحقیق گذاشت، بررسی کردن، چند نفرم گرفتن. نه، در جمهوری جهل و جنون از ابتداش، از همون روز اول که خمینی بدین یادتونه که گفت کمونیست ها هم میتوانند در این جمهوری اسلامی فعالیت بکنن، نمیدونم همه کسان میتونن فعالیت بکنن، جمهوری اسلامی یعنی جمهوری که متکی به مردم هست. از این حرفا فکش میداد حرفا شد. بعد دیدیم دیگه از همون روز اولی که این جریان شروع شد شکنجه هم شروع شد. آقای بنی صدر اعتراض کرد. خیال میکنید آقای خمینی مقام معظم کبیر انقلاب، آموزگار کبیر انقلاب به قول آقای موسوی کروبی و بقیه رفقا، آقای خاتمی چیکار کرد؟ یه دیوانه عقب افتاده احمقی رو مثل محمد منتظری که پدرش میگفت این دیوانه است، آیت الله منتظری، منتها اون یه دلیل آورده بود میگفت این در زندانهای شاه به قدری تو سرش زدن که زده به سرش، به اینو ایشون رو مأمور کرد آقای خمینی که بره بررسی کنه که آیا در زندانها شکنجه هست یا نیست. آدمای معلول از این زندانها میامدن بیرون، حرفای اونا رو قبول نمیکرد. همین آدمی که در نوفلشاتو میگفت اون پدر و پسر جنایت کردن، این کارو کردن، این کارو کردن، این کارو کردن، حالا یه کار کوچیک که بگه آقا دو تا از این شکنجه‌گرا رو بیارین داستانشون رو برام بگن، یه آدم جوانی رو مثل محمد منتظری مأمور کرد برین تحقیق بکنید ببینید آیا در زندان‌های جمهوری مقدس اسلامی شکنجه هست یا نیست. و این مردا که هم رفت اونجا یه گزارش نوشت به رهبر کبیر انقلاب، نوشت نه تنها شکنجه نیست بلکه رأفت جمهوری اسلامی، رأفت اسلامی باعث شده که ضد انقلاب تو زندان هم جون گرفتن. حالا چه زمانی؟ زمانی که اون جانی بزرگ، آخه همه رو باید گفت جانی دیگه، لاجوردی رئیس زندان ها بود و چه جنایت های اینا کردن تو زندان ها با بچه های ما فرق میکنه، سلطنت طلب، مجاهد، چپ، راست، فرق نمیکنه، اینا فرزندان ایران بودن اونجا با عقاید مختلف. چه جنایت هایی کردن اینا، تواب درست کردن، به قدری انسانها رو تحقیر کردن که از میون این مبارزین تواب درست شد. خب هرکس اون مقاومت رو نداره، هرکس رو نمیشه ازش انتظار داشته باشید قهرمان باشه. تواب درست کردن یعنی تواب کی بود؟ کسی بود که جاسوسی دوستاش رو میکرد، تیر خلاص میزد به دوستاش. ببینید انسانها رو چقدر اینا سقوط اخلاقی دادن در جمهوری خداوند، حکومت الله، حکومت آقا امام زمان. آقای محمد منتظری اومد یک گروه تحقیقاتی درست کرد و گفت شکنجه یعنی رأفت اسلامی به قدری زیاده که اصلا شکنجه وجود نداره. و اون امام کذاب هم مرتباً هی روی این مسئله تاکید میکرد که آقای محمد منتظری رفتن زندانها رو بازدید کردن، وقت گذاشتن و گفتن شکنجه نیست. حالا این آقای سعید مرتضوی همینطوری در اثر جنایات که انجام داد و یکی دوتاشو دیگه عالمگیر شد، از جمله خانم زهرا کاظمی رو، یک زن ایرانی، ایرانی الاصلی که در کانادا زندگی کرده بود، پاسپورت کانادایی گرفته بود، شده بود خبرنگار عکاس بسیاری از مجلات معتبر کانادایی، بهش گفتودن تو ایرانی هستی، پاس اولیت ایرانی بوده، حالا برو ایران، خب بالاخره آشناتری، برو یه گزارش هم راجع به وضع زندانهای ایران تهیه کن یا با کسانی که زندان بودن. این خانوم هم خیلی جدی گرفته بود کارشو، برای اینکه اینطوری هم هست، آمده بود دم زندان اوین این شلوغی در زندان رو، گوش کنید همینه دیگه، همه تو میدونید ولی من تکرار میکنم، این فراموشی رو باید بذاریم کنار.
اینا رو باید هی بجی ملکه بشه برامون همینان گرامی. رفته بود دم زندان اوین، این تراکم جمعیت براش حیرت آور بود. شروع کرده بود عکس گرفتن از آدمای مادرها و خواهرها و زنای کسانی که عزیزانشون تو زندان بود. این اصلا جریمه نداره هیچ، شما از پایگاه موشکی عکس نگرفتید که، از در زندان اوین عکس گرفتید. در حکومت الله بر روی کره زمین، در اون حکومتی که روح الله خمینی کذاب و دروغگو میگفت کمونیست‌ها هم میتوانند در اینجا باشند، اسلام به قدری اعتبار داره و از منطق بالا برخورداره که کمونیست‌ها هم در برابر منطق اسلام جا میزنن. ولی این حیوانات نتونستن عکس گرفتن یک زن خبرنگار عکاس رو تحمل کنن. دستور داد بریم بگیرنش، بریم تو ببینیم. این خانم گرفتن شروع کردن فحشای رکیک بهش دادن. اینا رو بعدن اون افسر پزشک که فرار کرد اومد کانادا گفت. شروع کردن بهش فحش دادن. زنه گفت ای خانم کاظمی گفت به من چرا فحش میدی؟ خجالت نمیکشید؟ مثلا من خبرنگار کانادایی هستم. شروع کردن زدن. بعدم برای اینکه بهش ثابت بکنن در جمهوری مقدس اسلامی شرایط دموکراتیک برقراره، به اون حیوانات مثل حاجی بخشی و دیگران که همین چند وقت پیش این حاجی بخشی به درک واصل شد، دستور دادن که تجاوز کنن در برابر چشم دیگران به خانم کاظمی. اینا رو پزشکانی گزارش کرد، بعد کشتنش. باز ایشون شروع کرد داد و بیداد کردن، با یه جسم سنگی زدن تو سرش و بعد بردنش توی بیمارستان و همونجا هم گفتن در اثر اصابت یه جسم سنگی مرد. همین به این راحتی مرد. دولت کانادا اعتراض کرد، تشنج بین المللی هیچ هیچ. بعد جریان انتخابات بسیار بسیار افتخار آمیز جمهوری اسلامی پیش اومد که میلیون ها ایرانی ریختن تو خیابون، گفتن آقا ما طرفدار آقای کروبی آقای موسوی هستیم، حالا درست یا غلط. رفتن رأی دادن. بعد امروز به فردا مقام معظم روزخان بزرگ رئیس روزخان ها اومد گفت، زد زیر تمام تشریفات، گفت احمدی نژاد برنده شده. و وقتی که مردم اومدن تو خیابونا گفتن آقا رأی ما کوپ است، و گرفتن و شروع کردن قصابی کردن. همین مردک که جنایت های دیگه کرده بود، فحشا داده بود، تو زندان ها آدم ها رو کشته بود، گفت ببری اینا رو که عریزک. بردن که عریزک، پنج تا به روایتی شش نفر رو کشتن. بعد گفتن اینا در اثر مننژیت کشته شدن. دکتر اندرجانی رو وادار کرد بنویسید مننژیت زیر بار نرفت، اونم کشتن. منتها چون اینا رو میگم همینان گرامی، همه تون میدونید، ولی باز میگم چون یادمون میره، همینان گرامی. برای من حیرت آوره که در یه شهری زندگی میکنم که 700 هزار ایرانی هست، ولی اگر شما بگید در این شهر این 700 هزار ایرانی که زندگی میکنن همشون در اثر فشارهای اون رژیم ضد انسانی در رفتن، اومدن اینجا بیزینس به قول خودشون راه انداختن، ولی همینا وقتی که پای کار میرسه به جای تشویق این تلویزیون ها و رادیوهایی که کار سیاسی میکنن، یا در ایران اون زندانیانی که خانواده هاشون در زندان دارن میپوسن عزیزانشون، یا هزاران دختر و زن ایرانی که در اثر فقر تن فروشی میکنن در کشورهای عربی، این آدمایی که اینجا میلیارد میلیارد پول دارن و میرن توی لاس وگاس 1,000,000, 2,000,000, 100,000, 200,000, 300 میبازن، حاضر نیستن یک دینار کمک به این کارا بکنن. هی میرسن میگن آقا ایرانی باخار نداره که. آقا کی اینا میرن؟ کی میرن که ما برگردیم خونه های بقیه رو بفروشیم و بیایم اینجا یه بیزینس بهتری هم راه بندازیم؟ شما برین تلویزیون های بزن به کوپ رو نگاه کنید، آگهی ها که اونا دارن با این آگهی ها که تلویزیون های سیاسی و رادیو های سیاسی دارن. چرا رادیو صدای ایران
باید از نظر مالی در چنون وضعی قرار بگیره که علیرضا مروتی هر چند وقت یه دفعه بیاد بگه آقا به من پول بدین، کمک کنین تا این رادیو رو من نگه دارم، یا همین تلویزیون ما یا تلویزیونای دیگه، اینا که سیاسی هم. چرا؟ پس این 700,000-800,000 ایرانی که در ایالات متحده آمریکا تعدادشون 1,200,000 تاست، 850 میلیارد دلار ثروت دارن، این پولا رو چرا حتی یک روز درآمدشون رو ایرانی ها اگر بدن، بسیاری از خانواده های ایرانی میتونن تا 2 ماه 3 ماه زندگی بکنن، تا 2 ماه 3 ماه در اون شرایط جهنمی که در زندان ها دارن میپوسن بچه هایمون. همینا رو میبینی فردا اگه اوضاع عوض بشه اینا شروع میکنن سرمایه گذاری کردن، پول اعلامیه میدن، پول تلویزیون میدن، بله تشویق میکنن آدم ها رو بیاییم بر علیه رژیم حرف بزنید. چون دیدید که به محض اینکه تو ایران شروع شد 45-35,000 نفر ریختن تو خیابونای لس آنجلس، فکر این که رژیم داره میره، نه همشونا، بچهای جوونی بودن که با ایده و ابتکار و از صمیم قلب آمده بودن. بقیه بعضیا به خاطر اینکه ما یعنی هستیم دیگه، و این حیرت آوره. حیرت آوره. یکی برای من تعریف میکرد، میگو اگر اوضاع شلوغ بشه الان تو ایران، ببینن شانس رضا پهلوی رفته بالا، همه میشن طرفدار سلطنت، یا ببینن مجاهدین، همه میشن طرفدار رجوی، یا هر کس. این میدونی نه همه، منظورم اکثریت رو نمیگم، برای اونا که عضو ازبادن. و جالب اینه که اکثر اینا تو زندگی ظاهر برنده، برنده. من باور کنید بعض وقتا دردم میاد از این که این حرفا رو بزنم، هم میانان گرفت دردم میاد، حیرت میکنم، مثلا حیرت میکنم از این کارا. این تلویزیون بی بی سی 6 نفر آدم رو حالا روی رای روی البته من با اون سیستم کار مخالف بودم، به عنوان کسانی که معروف ترین چهره ایران هستن معرفی کردم. آقا به محض اینکه اسم مصدق آمده بود یه عده کعیر زدن، شروع کردن. آقا بی بی سی رو باید اصلا گوش نکرد، بی بی سی رو نباید، خدا رو شکر. و همه، من خودم هم رأی دادم به کوروش، خدا رو شکر کوروش شد. اگر مصدق شده بود که ما با ویلا بود الان، یعنی تظاهرات و فوش به بی بی سی و چه جنجالی اینجا به پا می شد. هم سوپر دموکراتی ما. آقا یه رأی‌گیری معمولی، نه اینا نماینده مردم ایران بودن، نه کسانی که تو بی بی سی رأی دادن نماینده اکثریت مردم، نه یه چیزی راجع به رجال ایرانی، راجع به افتخارات ایرانی، شعرای ایرانی، طبیب ایرانی، پیامبر ایرانی، یا سیاست مداری هم مثل مصدق. چه خبر شد یو؟ حالا آقای از زمانی که این مردک دلغک احمدی نژاد اومده رو کار، کارش اینه که ببینه کدوم سوراخ سنبه‌ای هست که توش پوله، فوری پوست و تختش اونجا بندازه و اون پولا رو بگیره. از جمله میدونید که شرکت نفت و برداشت تمام تشکیلاتشو گرفت در اختیار خودش، وزارت اطلاعات میخواست بگیره برای اینکه پرونده همه رو زیر بغلش باشه، همه رو بکنه نوکر خودش. امروز بانک‌های متعدد ایرانی گفتن شبانه شب 28 اسفند بانک مرکزی بدون اطلاع 800 میلیارد تومان پول بانک‌های دیگر رو بدون آگاهی قبلی از حساب‌ها اینا کشته بیرون. برای چی؟ برای که پول یارانه‌ها رو کم آورده. حالا اینجایی که این مردک مرتضوی رو گذاشتن، این مسئولیتی است که به ایشون دادن، این است که یکی از قوی ترین و پولدارترین نهادهای جمهوری اسلامی، این نهادی است که رئیسش الان آقای سعید مرتضوی شد. یعنی پولای بازنشستگی، پولای مربوط به پزشکان، بیمارستان ها بیشتر از
یه چیزی از نظر میلیارد دلاری 156 میلیارد دلار ثروت اینجاست. کارگرا، کارمندا، نمیدونم همه مملکت، بیمه‌هاشون، نمیدونم بودجه‌هایی که مربوط به اینا میاد اینجا. اینجا را آقای احمدی نژاد دست انداخته روش و یه نوکر جانی که برای اینکه بدونه باید تابع احمدی نژاد باشه، اگه نباشه این آخرین شانسشه، احمدی نژاد بندازش بیرون بعد بره زندان مثلا، چون با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، نه که عدل دستگاه زیاده، نه. بعدم دیدی دانشگاه آزاد جایی بود که میلیاردها پول توش بود، آقای رفسنجانی درست کرده بود با کمک آقای جاسپی، پولدار احمدی نژاد دست انداخت اون رو. هر جا که توش پول و تشکیلات و اینا باشه احمدی نژاد دار و دستش با رهبر مسابقه گشتن در چاپیدن اونجا. مملکت آقا امام رضا آدم کیف میکنه، کیف میکنه آدم. همینانی گرام 100 ساختن در راین، میگن راین، راین در کرمان، جنوب کرمان 100 ساختن، هنوز 100 افتتاح نشده، شکسته. آب سرازیر شده، 200 تا 250 اصل درخت گردو کنار جاده بوده، همه رو آب برده، 2-3 تا ده آب برده، خونه های مردم اینا. بخشدار گفته که آقا این سد هنوز افتتاح نشده، شکسته، اینطوری شده، این شد. معاون وزارت کشور گفته آقا اصلا هیچ هم چیزی نبوده، اصلا اتفاقی نبوده، بی خود میگه سد کجا شکسته. یه سد خاکیه، این سد ها یه ذره خاکا رفته کنار، یه خود آب اومده. چی میگه شکست؟ بخشدار اونجا داره میگه 250 تا 300 اصل درخت گردو، 200 تا 250 در اثر این سیل از بین رفته، دیاتای چندی از بین رفته، مال بخشدار اونجا. معاون وزارت کشور میگه نه آقا این حرفا نیست، اصلا هم چیزی نبود. بله، و برای اینکه ثابت بکنن که چقدر در امور بین المللی اینا محکم سر جاشون وایستادن، آمدن در داخل دارن تبلیغ میکنن که کنفرانس مسائل مربوط به مسائل اتمی که قرار بود در استانبول تشکیل بشه، چون ما با سیاست ترکیه مخالفیم در سوریه، بنابراین میخوام بندازیم بغداد، نمیخوام بندازیم اونجا. و این جالبه که این کشورهای غربی به ساز اینا میرقصن. خانم اشتون هم گفته بله حالا باید ببینیم که در مورد جاش به توافق برسیم. جمهوری اسلامی میخواد جلسه رو بندازه تو بغداد، بگه ببینید اینجا شلوغه، مرتب بمب‌گذاری میکنن، آدم‌ها رو میفرستن رو هوا، ولی ما به غرب تحمیل کردیم، به جای استانبول باید بریم بر عراق، در اونجا مذاکرات اتمی بکنیم. بله، و در داخل هم دارن میگن سیاست محکم ما غرب و وادار به اطاعت کرد. بله، وادار به اطاعت کرد. اینه عمیانان گرامی، کارش نمیشه کرد. یه آخرین شیرین کاریشون هم که حالا با دکتر دانش صحبت میکنه، مملکت امام زمانه دیگه، هر کس برای خودش امام زمانه. یکی از فرماندهان انتظامی اصفهان اعلام کرده در این پارک صفه که کنار کوه، ما اجازه نمیدیم افغانا بیان اون تو. اینی میگن فاشیزمه. در بقول دکتر دانش در آمریکا در شهر لس آنجلس یه خیابون، دو تا سه تا خیابون میبندن، میگن ایرانی‌ها بیان نوروز اجرا کنن، نوروزشون رو جشن بگیرن. در اروپا همینطور، فیلم ایرانی میبره، اوباما تبریک میگه، بسیار از زمامدارا تبریک میگن به کارگردان ایرانی، تو ایران اجازه نمیدن یه جشن کوچک بگیرن. ما که حالا مهاجرت کردیم، از این فاشیزم این حکومت ها به تنگ آمدیم، از این نظرتنگی بعضی از کشورها، و میگیم اینا فاشیستن، با ما رفتار غیر انسانی میکنن، در مملکت خودمون این افغانای بیچاره رو اونجا کار میکنن، زندگی میکنن، ببینید بیشتر این فشار ها رو داره بهشون میاریم. گفته اجازه ندارن اینا بیان توی پارک. همینه دیگه، مملکت اینه. وقتی یه روزخان در رسشه، یه مردک جانی چاقوکش قبلی که حال شده به اصطلاح
چی اسمش سردار، اینا میگه که اجازه نمیدیم تو پارکا بیان افغان، اصلا اجازه ندارم. حالا من هر کاری میخوام بکنم. دکتر دانش سلام. سلام آقای حال شما خوبه؟ مرسی. شما خوبی آقای فرجی؟ خیلی ممنون. دکتر دانش اول شروع کنیم از سوریه. این کنفرانس دوستان سوریه تموم شد دیروز، تصمیماتی گرفتن. خب. حتی گفتن میلیاردها دلار بهشون کمک میکنیم از نظر پولی، ولی اسلحه رو نگفتن، ولی من فکر میکنم اسلحه هم توش هست. چیه جریان؟ ببینید خب کنفرانس مهمترین نتیجهش این بود که کنفرانس دوستان سوریه در واقع شورای ملی را به عنوان نماینده مشروع مردم در شورای ملی کیه؟ شورای ملی ببینید موقعی که ما صحبت از سوریه و شورای ملی میکنیم در واقع باید بگیم که اپوزیسیون نیست، اختلاف شدیدی در داخل اپوزیسیون وجود داره، یک اپوزیسیون وجود نداره. شورای ملی تشکیل شده از 300 نفر از افراد اپوزیسیون که با عقاید و ایدئولوژی مختلفن و در متاسفانه در شورای ملی اخوان المسلمین نقش اساسی رو بازی میکنن، تا به جای اینکه در چند روز پیش یک کنگره ملی، کنفرانس ملی از داخل خود شورای ملی به وجود آمده، کنفرانس ملی که 100 نفر از اعضای شورای ملی در این کنفرانس ملی هستند، کسانی هستند که مخالف در واقع سیاست اخوان المسلمین و سلفی‌ها در داخل خود این شورا هستند و بیش از 100 نفر عضو داره این کنفرانس ملی. 100 میلیون همون روزای اول قطر و عربستان کمک کردن. 100 میلیون قرار قطر و عربستان کمک بکنن همون اول و ادعا میکنن که تا به حال کمکی نکردن، ولی عده زیادی از در واقع متخصصین سوریه به این نظرن که تا به حال کمک‌های زیادی عربستان سعودی و قطر کرده و سلاح‌های زیادی داده شده به مخالفین بشار اسد در سوریه، ولی دیروز عملاً و رسماً اعلام کردن که در ماه‌های آینده 100 میلیون دلار به نیروهای شورشی کمک مالی میشه به خاطر دادن حقوق در واقع افرادی که مبارزه میکنن، ولی در عمل به خاطر خریدن سلاح و اینا میتونن سلاح‌ها رو در کشورهای مختلف مانند لبنان یا مانند عراق و جای دیگه تهیه بکنن و اینو منتقل بکنن به سوریه. در واقع این تصمیمی است که عربستان سعودی و قطر گرفتن. دیگه هواپیمای ناتو از اون بالا نمیزنه، ولی از پایین هر چیزی دلشون میخواد میدن. و مهمتر از همه اینه که همونطوری گفتم در واقع شورای ملی خواهان این بود که به عنوان تنها، این مهمه، تنها نماینده مردم سوریه مورد به رسمیت شناخته بشه توسط دوستان کشور سوریه. میدونین دوستان کشور سوریه در واقع 70 کشورن در این گروه رابطه قرار دارن و بیش از 13 سازمان‌های جهانی بودن، ولی اینو نپذیرفتن دوستان سوریه که به عنوان تنها نماینده مردم سوریه اون رو بپذیرن یا در آینده در واقع اینا جانشین دولت در سازمان‌های جهانی بشن و این باعث کدورت و نگرانی شدید شورای ملی شد. همین‌طور گفتم در شورای ملی در واقع اپوزیسیون وجود داره، ولی مهمتر از همه اینه که در داخل خود سوریه آقای فرجی در واقع یک کمیته ملی هماهنگی وجود داره که این کمیته ملی هماهنگی به مراتب مهمتر و بانفوذتر در داخل سوریه و اونها خواهان این نیستن که کمک نظامی بشه و یا حمله نظامی به سوریه بشه. اونها میگن باید مبارزه مدنی بشه و خود مردم سوریه باید دولت بشار اسد رو ساقط بکنن بدون اینکه کمک نظامی یا در واقع حمله نظامی بشه، برای که خطر یک جنگ داخلی رو میبینن. ولی نیروهای دیگری هم وجود دارن در داخل خود سوریه، کمیته های محلی که در واقع اونها نماینده مردمان. کمیته های محلی در واقع تشکیل شدن از مردم محل که اینها در شهرهای مختلف و مناطق مختلف کمیته های تشکیل دادن و تمام اقدامات خونین بشار اسد رو زیر نظر دارن. تمام آمارهایی که میاد از طریق اونها از مردم محله و اینها هیچ گونه که جوونا نقش خیلی جوونها دانشجویان به خصوص جوونا و دانشجویان و زنان نقش مهمی دارن و اینا با سیاست شورای ملی مخالفت شدیدی دارن. چون اونا وابستان دیگه میبینن. اونا وابستان و اینا میگن که در پشت درهای بسته دارن در واقع با خارج کنار میان و ما نمیدونیم پشت درهای بسته چه تصمیماتی گرفته میشه. بزرگترین حمله ای که میکنن به برهان قلیون رئیس شورای ملیه که میکنن، میگن این شخص به طور دیکتاتوری در واقع پشت درهای بسته تصمیم میگیره و حتی تصمیماتشو به شورای ملی هم گزارش نمیده. و حتی سخنگوی شورای ملی شخصی به نام بوکایی
که میگه که من که سخنگوی شورای ملی هستم از تصمیمات پشت پرده اطلاع ندارم و نمیدونم این تصمیمات رو به در واقع به اطلاع مطبوعات برسونم. یک چنین اختلافات شدیدی وجود در داخل شورای ملی. ولی مهمتر از همه صحبت از ارتش آزاد در سوریه میشه. ارتش آزاد واحد وجود نداره آقای فرجی در سوریه. در واقع ده ها میلیشیا هستن که در این میلیشیا خودشون مستقلا عمل میکنن. درست لیبی. لیبی و متاسفانه عده زیاد سلفی ها و نیروهای رادیکال نفوذ اونجا دارن. اونها که دارن در واقع جنگ مسلحانه رو برای بشار اسد انجام میدن و این در واقع اون وحدتی که صحبت میشه آدم کشا دیگه سر میبارن وحشتی که وجود داره، یعنی برای خود کشورهای غربی آمریکا و کشورهای جهان این سوال پیش میاد اگه ما به اینا کمک بکنیم و کمک نظامی بکنیم، میدونیم کمک نظامی رد شد دیروز، حاضر نشدن کمک نظامی بکنن. کمک نظامی رو بکنیم به کی این کمک رو بکنیم؟ به چه گروه هایی؟ بعدن چه اطمینانی داریم که اینها در واقع تمام قول هایی که دادن عمل بکنه؟ الان در مصر در مصر و لیبی ببینید که اخوان المسلمین تو حالا میگه ما رئیس جمهور نمیخوایم انتخاب کنیم. الان یه میلیاردر اخوان المسلمین خودش کاندید کرده برای ریاست جمهوری. بله، شخصی به نام الشاطر را در واقع کاندید کردن. الشاطر شخصی است که از افراد مهم معاون اخوان المسلمین حزب توسعه و عدالت، آزادی و عدالت، میدونین که توسعه و عدالت مال ترکیه است. اینا آزادی و عدالت اسم خودشون گذاشتن، در واقع برخلاف نظریات خودشون که در سابق گفته بودن ما کاندیدا برای ریاست جمهور نمیدیم، دیروز اعلام کردن که ما کاندیدات میدیم، یعنی برای قولاشون تمام قولها، و میخوان در واقع رئیس جمهورم خودش انتخاب بکنن. میدونین که در مصر در واقع سیستم ریاست جمهوری مطرح است، نخست وزیر نقشی رو نداره و اینا در واقع میخوان رئیس جمهور رو بدن و بیش از 75% آرای مجلس در اختیار اون است. 47% در واقع اخوان المسلمین دارن، 27% سلفی ها دارن که اینا اگه لازم باشه با هم همکاری میکنن. یعنی به احتمال قوی در واقع اخوان المسلمین یعنی قوانین اسلامی رو انتخاب میکنن. بله. و در مجلس مؤسسان قانون اساسی هم از 100 نفری که در اون مجلس هستن بیش از 75% در واقع اخوان المسلمین و سلفی هستن. قانون اساسی رو هم اونطوری که خودشون میخوان در واقع شریعت رو در اون دکتر دانش ببخشید حرفتون یادتون نره، من دوباره یه چیز دیگه هم اینجا بحث بکنم به این مسئله. شما میدونی که در مجلس ملی ترکیه اومده آقای طیب اردوغان یه لایحه ای داده، تا به حال اینطوری بود در یک کشوری که سکولار بوده، تا به حال اینطوری بود که از 16 سال به بالا بچه‌ها میتونستن تصمیم بگیرن برن که کلاس‌های قرآن یا مدارس مذهبی یا نه. اینو آوردن کردن 8 سال. بله. یعنی بله. کتککاری شد تو مجلس که آقا اینا، این آقای اردوغان داره یواش یواش و با یکی از این سیاستمدارای به اصطلاح چی صحبت می‌کرد، سیاستمدارایی که اصلا مطلقا نه طرفدار آقای اردوغانه نه طرفدار چپ و راست. میگه من به عنوان یه آدمی که سکولار هستم در ترکیه دارم میگم، از بعد از انتخابات پارسال آقای اردوغان به طور کلی سیستم کاریش عوض شده و داره به شدت قوانین اسلامی رو جایگزین قوانین سکولار. در واقع یه مثلثی به وجود آمده آقای فرجی بین عربستان سعودی، قطر و ترکیه. یعنی در واقع تمام کوشش این سه کشور امروز اینه که بتونن در منطقه در واقع نیروهای اخوان المسلمین و نیروهای سنی قدرت رو بگیرن. همون کاری که در واقع در تونس داره انجام یعنی میشه، یعنی پور عربستان و قطر قدرت به اصطلاح سازماندهی ترکیه که بتونن پشتیبانی غرب که بتونن در واقع در این منطقه سنی‌ها قدرت بگیرن. همونطوری که در لیبی اتفاق افتاده، واقعا اگه درباره لیبی بخوایم امروز صحبت کنیم وحشتناک اوضاع لیبی، امیدوارم وقت باشه در این مورد هم صحبت بکنیم. ولی اون چیزی که امروز از تونس اتفاق میفته و شما به درستی هفته پیش اون فیلم رو نشون دادین که سلفی‌ها در خیابون‌ها چیکار می‌کنن، تسلط خیابون‌ها، در واقع قدرت در خیابون‌ها دست سلفی‌هاست. حتی دولت النهضت، حزب النهضت، حزب اسلامی النهضت قدرت نداره جلوی سلفی‌ها رو در خیابون‌های تونس بگیره. بله. در مصر هم که با پول عربستان سعودی و قطر می‌بینیم که اخوان المسلمین دارن پیروز میشن، در لیبی هم اونا دارن پیروز میشن، در سوریه هم چنین نظری است. یعنی اگه واقعا طرح آقای کوفی انان که خواهان اینه که بشار اسد بره کنار، بشار اسد با کشتن 9-10 هزار نفر دیگه نمیتونه در سوریه حکومت بکنه، ولی طرح اینه که نظام نجات پیدا بکنه، در واقع سلفی ها و نیروهای سنی رادیکال و اخوان المسلمین و به خصوص وهابیون قدرت نگیرن. اگه این طرح کوفی انان در سوریه پیروز نشه، و امروز اعلام کرد کوفی انان که در دهم ماه امسال، این ماه یعنی آوریل آتش‌بس انجام میشه،
و امیدوارم که واقعا این آتش بس به وجود بیاد در سوریه. و بشار اسد هم به این شرط قبول کرده که نیروهای شورشی هم بپذیرن، یعنی اونها هم در واقع حمله نکنن. اگه واقعا آتش بس به وجود بیاد و طرح کوفی آنان پیروز بشه، لااقل میتونیم بگیم در سوریه بعد از بشار اسد، بعد از یک حکومت خونین بشار اسد، ما با سکولارها طرفیم، شاید آزادی و دموکراسی در اونجا به وجود بیاد. در غیر این صورت به شما قول میدم مثلا امروز بعد از سقوط بشار اسد در سوریه ما نیروهای بسیار بسیار رادیکال سلفی و نیروهای بسیار رادیکال اخوان المسلمین قدرت رو به دست خواهند گرفت. دوستان من اعتقاد دارم که این رفتاری که الان روسا، من با چینیا کاری ندارم، ببین روسا در مورد سوریه دارن این رفتاری که انجام میدن و این بازی که دارن انجام میدن، یه مقدارش ترس از آسیای میانه است. ببینید اگر در سوریه این سلفی‌ها و اخوان المسلمین‌ها پیروز بشن، در مصر هم که الان اینطوری شده یا به شدت داره در منطقه این جریان روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، این توسعه پیدا کنه به وسیله ترکیه و از اون طرف هم جمهوری اسلامی به یه نحو دیگه در آسیای میانه، این مرزایش روسیه رو به خطر میزه. الان من یه گزارشش رو میخوندم که در مسکو با وجود چندین مسجد روزای جمعه تو سرمای وحشتناک چند درجه زیر صفر هزاران نفر تو خیابون‌ها در حال نمازگذاری هستند و روز به روز هم داره بعد این تعداد اضافه میشه. این صحبت ها کاملا درسته. ببینید یک بار روسیه با این مشکل روبرو بود در تاجیکستان، یعنی در تاجیکستان با قدرت نیروهای مجاهدین افغانستان که نفوذ کرده بودند در تاجیکستان، با کمک جمهوری اسلامی که نیرو میفرستاد و خود من در شمال افغانستان در قندوز نیروهای پاسداران دیده بودم که به تربیت نیروهای تاجیکستان اسلامی‌های تاجیکستان می‌پرداختند، یک بار در واقع کشتار وحشتناکی در تاجیکستان به وجود آمد و خطر این وجود داشت که تاجیکستان به دست رادیکال‌های اسلامی با حمایت جمهوری اسلامی بیفته که روسیه دخالت کرد، 30,000 سرباز به تاجیکستان بردن، در واقع تونستن کنترل رو دوباره به دست بگیرن. همین اتفاق در ازبکستان افتاد اگه یادتون باشه، در چند سال پیش چندین هزار نفر در یکی از دره‌های معروف ازبکستان دست به تظاهرات زدن، اسلامیون رادیکال از افغانستان آمده بودن، جمهوری اسلامی نقش مهمی رو بازی میکرد و به دستور کریموف رئیس جمهور ازبکستان در واقع این قیامی که کرده بودن سرنگون شد، سرکوب شد و عده زیادی کشته شدن و از همون زمان در واقع یک تیرگی شدیدی بین آمریکا و کریموف ازبکستان به وجود آمد، تا جایی که کریموف پایگاه خانواده دیده که آمریکایی‌ها در اونجا نیروهای افغانستان نیروهای نظامی داشتن اونو بست و امروز دوباره آمریکا داره کوشش میکنه خانواده دوباره به دست بیاره پایگاه خانواده. در واقع باید بگیم یک بار روسیه یک چنین مشکلی داشته، برای این مشکل تونستن پیروز بشن حتی در قرقیزستان، ولی این خطر وجود داره برای روسیه، این خطر وجود داره که دوباره با این پیشروی در واقع وهابیت و جهان عرب به خصوص عربستان سعودی و امروز قطر و اینکه 100 میلیون در واقع در اختیار سلفی ها در داخل سوریه قرار میدن، دوباره این مسائل مشکلات در آسیای میانه هم تکرار بشه، یعنی در مرزهای روسیه و دوباره به چچن کشیده بشه. میدونیم که در چچن کسانی که قیام کردن، من موافق روسیه و در واقع خونریزیهای روسیه در چچن به طور کلی نیستم، اینا محکوم میکنم، ولی واقعیت اینه عده زیادی که قیام کردن در چچن در واقع کسانی بودن که از افغانستان اومده بودن با کمک نیروهای و حمایت عربستان سعودی اومده بودن، با پولهای عربستان سعودی اومده بودن. البته این وریام که جنایت کرد. بله اینو هم جنایت کردن به خاطری که در واقع این خطر رو می‌دیدن دوباره این مسئله به آسیای میانه و قفقاز نفوذ بکنه و جمهوری‌های قفقاز روسیه ازش جدا بشن. بله. دکتر دانش، من داشتم یه گزارش می‌خوندم راجع به وضع ارتباطات بازرگانی بین آلمان و ترکیه. یه رقم حدود 20 میلیارد دلار رابطه اقتصادی بین دو کشور. این درسته؟ بله، ببینید رابطه اقتصادی ترکیه و آلمان بسیار قویه، یعنی در واقع ترکیه که کشورهای مهمی است برای آلمان که واردات زیادی از آلمان داره و گفته میشه در مدت کمتر از 8-9 سال بیش از 21 تا 22 میلیارد دلار ترکیه از آلمان جنس وارد کرده، یعنی ماشین‌های ثقیل وارد کرده، مواد شیمیایی وارد کرده و تکنیک مدرن وارد کرده. خب اینا چی دادن به ترکیه؟ در عوض بیشتر پوشاکه. ببینید اون چیزی که ترکیه به آلمان میده و گفته میشه در حدود 10 میلیارد، اینم خیلی مهمه، 10 میلیارد در این مدت در سال ترکیه به آلمان جنس فرستاده، یعنی صادر کرده به آلمان، بیشتر پوشاک و مواد غذایی.
شما اگه بیاد داشته باشین در واقع در آلمان بیشتر مناطقی که شهرهای آلمان پر از میوه ترکی است، میوه خشک و میوه تازه است و پوشاک ترکی است. اصلا اکثر اگه یادتون باشه میادین کلن و شهرهای مثل دوسلدورف اینا دست ترکا رو داره. برلین بخش بزرگی از برلین در واقع در یه شهر 5 میلیونی یعنی گوشت و کاروبار و اینه که در حدود 10 میلیارد دلار سالانه 2 میلیارد ترکیه صادر میکنه و سالانه 4 میلیارد 5 میلیارد دلار آلمان به ترکیه جنس میفرسته. خب این توجه بکنید که برای آلمان یک بازار بسیار بزرگی است، یعنی داره ترکیه جای ایران میگیره. 20 میلیارد 21 میلیارد 21 میلیارد بله. یعنی در واقع نه در مدت 8-9 سال 21 میلیارد بله. ولی در واقع ترکیه داره جای ایران میگیره. سالانه آلمان به ایران در سالهای گذشته حدود 2.5 تا 3 میلیارد صادر میکرد و در واقع این به نصف رسیده، به یک چهارم رسیده و امروز داره صادراتش رو به ترکیه ادامه میده و ترکیه داره جای ایرانو برای مگیاتون باشه دکتر دانش. اکثر این کارگرای ترک که دوست داشتم برگردم به ترکیه، کارخونجات بزرگ آلمانی در ترکیه الان کارخونجات رو بردن اونجا با پول کمتر، یعنی کارگر کم ارزونتر در ترکیه، همین محصولات الان در ترکیه داره به وجود میاد و صادر میشه به اسم آلمانیا در سراسر دنیا. کاملا درسته. ببینید تولیدات ترکیه تولیدات خوبیه، یعنی در واقع از لحاظ کوالیتی و یاد گرفتن کارگراشون کیفیت بالاست، برای که کارگرانشون میلیون ها کارگر ترکی در آلمان در صنایع آلمان نقش داشته. در واقع در سالهای بعد از جنگ به خصوص در سالهای اواخر سالهای 60 و 70 در واقع این نیروی ترک بود که باعث شکوفایی اقتصاد آلمان شد و عده زیادی از اینا برگشتن در صنایع ترکی کار میکنن و در واقع آلمان بیشتر کارخونه‌هاش رو به ترکیه برده، با کیفیت بسیار بالا در اونجا تولید میکنه، با قیمت ارزان، نیروی کار ارزان و در واقع در بازارهای جهانی با تخصص بالا، با تخصص بالا. و میدونی که امروز آلمان بیش از 1000 میلیارد دلار صادرات داره و در سطح جهان جلوتر از همه کشورهای دیگه است، در ردیف 1 حتی چین و آمریکا در ردیف 2 و 3 قرار دارن و این آلمانه که بیش از 1000 میلیارد و گفته میشه امسال به 1100 میلیارد دلار صادرات آلمان میرسه. دکتر دانش یه گزارش دیگه میخوندم راجع به جلوگیری از سرم ویژه اعترافگیری به ایران از شهر کل، شهر خودمونم داشته اینجا، اینجا خونده شما؟ ببینید بله من اینم اینو خوندم. خب این برای اولین بار نیست که در واقع جاسوسان ایران در آلمان سعی میکنن مواد مخدر و موادی که برای اعترافگیری استفاده میشه اینا رو یعنی هست همچی چیزی؟ بله چنین چیزی هست و در آلمان ممنوع استفادهش. یعنی موقعی که شما حتی میخواین صادر بکنین باید اجازه مخصوص وزارت اقتصاد، یک اداره ایست که بخشی از وزارت اقتصاد آلمانه، باید اجازه مخصوص اون رو داشته باشین این صادر بکنین. ولی از اونجایی که حجم اینا بسیار کمه، خیلی اینا در واقع در چمدونای خودشون و به صورت شخصی منتقل میکنن و کسی متوجه نمیشه. ولی این بار در واقع گمرک آلمان، گمرک اصلی آلمان میدونید در شهر کل متوجه شدن و جلوی در واقع خروج این مواد مخدر که باعث اعترافگیری است و در زندان‌های جمهوری اسلامی ازش استفاده میشه و استفاده کردن، جلوی اینو تونستن بگیرن و این واقعیت و متاسفانه بگیم در واقع جنایتی که جمهوری اسلامی میکنه بر علیه نیروهای آزادیخواه و در واقع نیروهای سیاسی که در زندان هستن هیچ گونه محدودیتی درش وجود نداره. آقای فرج حالا یه اشاره کوچیک دکتر دانش، ما بیشتر از 2 دقیقه تا 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. این گروه های ضد اسلامی که در دانمارک و فنلاند و نمیدونم اینجا شروع کردن فعالیت که اینا رو چی میبینی شما؟ ببینید گروه های ضد اسلامی در اروپا جدید نیستن کاملا. بزرگترین گروه در هلند که متاسفانه اینا تونستن نقش مهمی رو در انتخابات سراسری هلند، ملی هلند بازی بکنن و تونستن در مجلس هلند بیش از 20 تا 25 درصد آرا رو به دست بیارن و بعدن سعی کردن در واقع این گروه ها رو بس بدن به کشورهای مانند آلمان، دانمارک و کشورهای دیگه و قرار بود در دانمارک به گفته گروه های ضد اسلامی، البته اونا میگن ضد اسلامی ولی در واقع اینا نجات پرستن، مخالف هر گونه کسانی هستن که با یهودی ها مخالفن، با خارجی ها مخالفن، بیشتر با یهودی ها مخالفن. ببینید در واقع پشت این سیاست ضد اسلامی سیاست ضد یهودی خوابیده. اشخاصی مانند شخصیت‌های بزرگ یهودی مانند فریدمان در آلمان بله. اینا به دقیقاً متوجه شدن. فریدمان شخصی است که همیشه دفاع کرده از کسانی که از جهان اسلام میان، نه اسلام رادیکال، از کسانی که مثل من و شما آزادی‌خواه هستن از جهان اسلام میان و اون میگه پشت این سیاست‌های ضد اسلامی، گروه‌های ضد اسلامی فاشیست خوابیده و این درست در جهت مخالفت با یهودیته، ضد یهودن اینا.
در واقع اینا دارن در پشت سیاست ضد اسلامی کوشش میکنن اون فعالیت ضد یهودی خودشون سازمان بدن، آنتیزمیته خودشون ضد یهودی خودشون سازمان بدن و افراد شخصیت های بزرگ یهود در کشورهای اروپایی به خصوص آلمان متوجه مسئله شدن، هر روز گوشزد میکنن، اخطار میکنن و به مردم آلمان اخطار میکنن که وجود چنین افرادی رو در اینجا نباده. ولی اون چیزی که مهمه در دانمارک، اینا انتظار داشتن که ده ها هزار نفر شاید 1,000,000 در این تظاهرات ضد اسلامی شرکت بکنن در دانمارک، در صورتی که گفته میشه بیش از 150 نفر شرکت نکردن. در واقع این تظاهرات با شکست رو برشده. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. تا چهارشنبه که باز بریم بحث‌ها ادامه خواهیم داد، چون این مسائل منطقه از جمله سپر دفاعی موشکی که الان داره قرار در به اصطلاح کشورهای جنوب خلیج فارس گذاشته بشه، اینا خیلی مهمه که راجع بهش صحبت کنیم. خب همینان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 به وقت صبح به وقت لس آنجلس خواهد بود، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده.